زیبای خفته روزی روزگاری یک پادشاه و یک ملکه بودند آنها هر روز در این مورد صحبت می کردند چه خوب می اگر ما یک بچه داشتیم ولی هیچ وقت به آرزوی خود نمی رسیدند روزی یک اتفاقی افتاد که ملکه در کنار دریا نشسته بود یک قورباغه از آب به ساحل خزید و به ملکه گفت آرزوی تو برآورده می شود و تو یک دختر به دنیا می آوری. سخن قورباغه به حقیقت پیوست و ملکه یک دختر به دنیا آورد. او به قدر زیبا بود که شاه از خوشحالی نمی دانست چه کند. او جشن بزرگی گرفت. شاه نه تنها خیشاوندان، دوستان و آشنایان بلکه زنهای دانا و خردمند را هم دعوت کرد. آنها باید زیبای درخشانی را میدیدند و تحسین می کردند. این زنها در سرزمین پادشاه سیزده نفر بودند اما برای اینکه او فقط دوازده بشقاب طلایی داشت یکی از آنها را دعوت نکرد آنها آمدند و وقتی که جشن به پایان رسید به دختر استعدادهای تعجب آوری را هدیه دادند یکی فضیلت دیگری زیبایی سومی با ثروت و همینطور با همه چیزهای خوب این دنیا ادامه دادند زمانی که یازده نفر آرزوهای خود را به زبان آورده بودند ناگهان سیزدهمین زن وارد دربار شد او میخواست انتقام خود را برای اینکه دعوت نشده بود از آنها بگیرد بدون اینکه به کسی سلام و یا نگاه کند با صدای بلند گفت دختر پادشاه در سن پانزده سالگی دستش را با دوک نخریزی زخمی می و می بعد از این حرفها پشت خود را به مهمانان و مجلس کرد و آنجا را ترک گفت. همه ما تو حیران ایستاده بودند. در این زمان دوازدهمین زن که هنوز آرزوی خود را به زبان نیاورده بود آمد به جلو و برای اینکه آرزوی اون بدزات را نمیتوانست کلا برگرداند گفت دختر پادشاه نمیمیرد بلکه به یک خواب صد ساله میرود پادشاه میخواست که این بدبختی را از دختر خود دور کند و دستور داد تمام وسایل نخریسی را در سرزمینش از بین ببرند تمامی آرزوهای زنان باخرت برای شاهزاده برآورده شد او بسیار زیبا، متواضع و فهمیده بود. هر کسی که او را میدید باید عاشقش بشد. در روزی که شاهزاده پانزده ساله شد، از اتفاق شاه و ملکه در قصر نبودند و او تک و تنها بود. دختر به همه جای قصر سر کشید. توی هر اتاق و انباری را نگاه کرد و آخر سر رسید به یک برج قدیمی. رفت بالای برج و یک در کوچکی را یافت در قفل در یک کلید زنگ زده قدیمی بود کلید را در قفل چرخاند و ناگهان در باز شد و در این زمان او در این اتاق کوچک پیرزنی را دید که داشت از پشم نخ میریسید شاساده پرسید مادر پیرداری چی کار میکنی؟ پیرزن جواب داد من دارم نخ میریسم و سرش را تکان داد دختر شاه گفت این چیز که اینقدر با نمک بالا پایین میره او دوک نخریسی را گرفت و میخواست که با او نخ بریسد هنوز دوک را به دست نگرفته بود که آرزوی پیرزن برآورده شد و دختر دستش را زخمی کرد در همون لحظه که دستش را زخمی کرد به زمین افتاد و به خواب عمیقی فرو رفت در همین آن پادشاه و ملکه تازه به خانه برگشته بودند و تمام خدمه قصر نیز به خواب عمیقی فرو رفتند. عصب ها هم در طویل خوابیدند، سگ در حیات، کبوترها روی بام، مگس ها روی دیوار، حتی آتش اجاق هم خوابید. غذا تو دیگ دیگه قلقل نمی کرد و سراشپز هم که داشت با شاگردش دعوا می کرد دست برداشت و هر دو خوابیدند. باد هم ایستاد و در درخت کنار قصر هیچ برگی دیگر تکان نمیخورد. دور قصر یک بوته گل رز شروع کرد به رشد و هر سال بزرگتر و بزرگتر شد. بالاخره تمام قصر را پوشاند و حتی پرچمهای روی سقف قصر هم دیده نمی‌شدند. داستان زیبای خفته از این زمان دهان به دهان چرخید. و هر چند گاه یک بار پسر شاهی می آمد و تلاش می کرد وارد قصر بشود ولی هیچ کس از اونها موفق به این کار نشد شاخه های بوته همدیگر را نگه می داشتند مثل اینکه دست همدیگر را گرفته باشند و اون جوان ها در خار بوته گیر می کردند و می مردند. بعد از سالیان سال دوباره یک پرنس جوان به اون طرف آمد و داستان زیبای خفته و اهالی قصر را که همه در خواب هستند از پیرمردی شنید او این داستان را پیشتر از پدر بزرگ خود شنیده بود و میدانست که خیلی شاهزاده ها سعی کردند از بوته گل پر از خار بگذرند و در این راه جان خود را باختند در اینجا پسر جوان گفت این چیزها مرا نمی ترساند. من میخواهم به قصر راه بیابم و زیبای خفته را ببینم هرچه پیرمرد تهاکر کرد تصمیم او را عوض کند فایده نداشت از اتفاق روزی که این شاهزاده جوان آمد صد سال به پایان رسیده بود و زمانی که او به بوته پر از خار رسید بوته پر از گلهای زیبا بود آنها خودشان به کنار رفتند طوری که آن جوان توانست بدون آسیب از آن عبور کند و بعد دوباره بوته گل بسته شد. وقتی که او به حیات قصر وارد شد، اسبها و سگ‌ها را در خواب دید. کبوتران روی بام سر خود را به زیر بالشان کرده و خوابیده بودند. وقتی که او وارد قصر شد، مگس‌های روی دیوار، سر آشپز در حال دعوا با شاگردش، زنی در حال پرکندن یک خروس برای سر آشپز را در خواب دید. او ادامه داد: پادشاه و ملکه روی تخت پادشاهی و همه اهالی قصر را که در خواب بودند یافت. همه جا ساکت بود، طوری که او صدای نفس خود را میشنید. بالاخره رسید در یک برج به اتاقکی که دختر شاه در آن خواب بود. در اتاق را باز کرد و بله، آنجا دختر در خواب بود. او به قدری زیبا بود که پرنس نمیتوانت از او چشم بردارد خم شد و دختر را بوسید در این حال زیبای خفته چشمانش را باز کرد بیدار شد و پرنس را نگاه کرد بعد از برج رفتن پایین شاه و ملکه بیدار بودند تمام مردم قصر بیدار بودند و با تعجب به همدیگه نگاه میکردند اسب ها بلند شده بودند و خود را تکون میدادند سک ها بیدار شدند و با سرعت اینور و اونور می رفتن. کبوتران روی بام سر خود را از زیر بال بیرون آوردند و پرواز کردند به دشت مگس ها روی دیوار هم بیدار بودند آتش در اجاق دوباره گرم بود و غذا در دیگ شروع به قلقل قل کرد سراشپز زد تو گوش شاگردش طوری که او فریاد زد و خدمتکار ادامه داد به پرکندن از خروز حالا عروسی پرنس و زیبای خفته مجلل جشن گرفته شد و اونها خوشبخت تا آخر عمرشون زندگی کرد